سلام به همه شما همراهان برنامه قیام آتش، سلام به جوانان قیام آفرین و شورشگر. داریم میریم به استقبال شب گور گرفتن و شعله کشیدن شب فراموش نشدنی چهارشنبه سوری. هم شما بچه های محله های مختلف تهران هستید، هم اصفهانی ها، هم شیرازی ها، هم مشهدی ها، هم تبریزی ها و هم اهوازی ها و هم زاهدانی ها، از آبهای متلاطم عمان تا سواحل طوفانی خزر، همه و همه دست در دست هم در قیام آتش حضور دارند. شورشگران میگن و می نویسن که زمان در هم ریختن بساط کرونای ولایته، زمان برافروختن شعله های فریاد و عصیانه. همراه با قیام آتش همچنان پردل و بیباک بریم به پیشواز بهار. خب دوستان، در همین ابتدای برنامه به من اطلاع میدن که ارتباط ما با دوست عزیزمون احسان آیت اللهی برقراره. ما سلام میکنیم خدمت ایشون و از ایشون میخواییم که بفرمون نظرشون رو درباره چهارشنبه سوری. خواهش میکنم بفرمایید. سلام به شما و سلام به تمامی دستندرکاران سیمای آزادی. خسته نباشید بابت همه زحماتی که میکشید. سلام به شما. بله، راستش چهارشنبه سوری از نظر من عرصه قدرت نمایی کانونهای شورشی در داخل هست. ما اون چیزی که حالا از سیما مشاهده میکنیم جزئیات فعالیت ها رو خب نمیدونیم به خاطر شرایط امنیتی، ولی خب اون چیزی که ما مشاهده میکنیم از سیما اینه که واقعا فعالیت های کانونهای شورشی در سالها و ماهای گذشته خیلی بیشتر شده. میبینیم مرتب مثلا جای یک عکس خمینی یا خامنه ای داره با آتش کشیده میشه، شاهنویسی ها خیلی زیاد شده و این خیلی به ما دلگرمی میده. بله، نظر خودتون چی هست درباره همین چهارشنبه سوری به خصوص امسال با پیامی که میتونه داشته باشه؟ بله، من فکر میکنم که امسال باز هم، البته خب نمیتونیم دقیقا پیش بینی کنیم، ولی خب من فکر میکنم امسال هم مثل سالهای گذشته خیلی باشکوه برگزار بشه، چه بسا شاید فعالیت ها گسترده تر باشه. به هر حال این کانون های شورشی خب نیروی پیشتاز و مبارز جامعه هستن. شما تو خود سیما همین بحث های لایه های اجتماعی رو زیاد مطرح کردین و اون که همین که ما نیروی پیشتاز داریم، بعد نیروی پشتیبان داریم که توی قیام ها حمایت میکنه نیروی پیشتاز رو و اکثریت مخالف خاموش رو داریم، ما همه اینا رو خوب داریم و خب چهارشنبه سوری خب واقعا خب اون صحنه نبرد نیروی پیشتاز هست که اگر واقعا گسترده باشه ممکنه خب سایر نیروهای مخالف رو هم به دنبال خودش بکشونه. بله، میدونی امروز سرکرده های خود نیروی انتظامی شروع کردن به تهدید کردن جوونا در مورد شرکت نکردن در چهارشنبه سوری و خط نشون میکشن. به نظر شما علت این ترس چیه؟ بله، والا تهدید رو که همیشه میکردن، خط نشون رو همیشه میکشیدن و البته که خب اونا میترسن، ولی نیروی پیشتاز نمیترسن، نیروی پیشتاز کار خودش رو میکنه. اونا میترسن چون که خب نظام خودشون رو خیلی ضعیف میبینن، الان ضعیفتر از گذشته، به خاطر خب شرایط بین المللی، به خاطر گسترده شدن قیام ها، به خاطر نارضایتی و رشد نارضایتی مردم، و خب این رژیم قدرت مهار این نارضایتی رو نداره. به هر حال خب طبیعی است که رژیم بترسه. بله بله، احسان جان تشکر میکنم از این که در این گفتگو با ما شرکت کردی.
تشکر میکنیم بازم از همراهیت با این برنامه. بینندگان عزیز تشکر از شما، توجه شما رو به ادامه برنامه جلب میکنم. امسال چهارشنبه سوری متفاوت از سالهای دیگه است، چرا که مردممون اراده کردن امسال ریش و ریشه آخوندا رو بسوزونن. همونطور که هموطنای عزیزمون تو سراوان این آتیش رو روشن کردن، به زودی به شهرهای دیگه هم گسترش پیدا میکنه. مطمئنم که ما سال 1400 رو به سال پیروزی تبدیل میکنیم، به امید آزادی و پیروزی. با سلام خدمت هموطنان عزیز و با درود به مردم قیام آفرین و دلیر بلوچستان، همشهریای عزیز خودم. رو در روی حاکمیت ننگین و پلید آخوندی که میخواد با کرونا و سیاست کلان تلفات انسانی، با فقر، گرسنگی و با هزار مشکل و مصیبت دیگه که برای مردم کشورمون به وجود آورده، میخواد مردم ما رو مایوس منفعل بکنه و سرشون تو کار خودشون باشه و از قیام اونا رو ذهنشون رو باز بداره. پیام من به هموطنان عزیزم اینه که همانطوری که مردم بلوچستان نشون دادن و همانطوری که هر روز ما شاهد اعتراضات گسترده مردم از اقشار مختلف مردم هستیم، امسال چهارشنبه سوری رو به قیام آتش تبدیل بکنیم و روح امید و شادی و سرزندگی رو به همه جا و به هر خونه و به هر محله و شهری ببریم. سلام دارم به مردم ایران، به جوانای شورشی ایدو پیشاپیش بهتون تبریک میگم. ازتون میخوام که جشن چهارشنبه سوری رو هر چی با شکوه‌تر و آتشین‌تر از سالهای پیش برگزار کنین، چون که واقعا رژیم از هر چه آتش و از هر چی اینکه مردم بریزن توی خیابونا وحشت داره. همین چند روز پیش داشتم روزنامه مردم سالاری رو میخوندم، بهتره بگم روزنامه ضد مردم سالاری، که نوشته بود این بار مثل دفعه قبل نیست، این بار میلیون ها جوان ایرانی از کوچه ها و خیابون ها یورش میبرند، به مراکز دولتی رو تخریب میکنن و جهنمی درست میکنن برای ما، که نه مثل 98 بلکه این بار خود جهنم برای ما در تقدیره. برای همینم رژیم مستمر داره هی تبلیغ میکنه که بیرون نیاین، چهارشنبه سوری تعطیله، چهارشنبه سوری رو برگزار نکنین، چهارشنبه سوری خطرناکه، چهارشنبه سوری تهدید داره. برای همین ازتون میخوایم واقعا چهارشنبه سوری رو بیش از پیش برگزار بکنین با شعار مرگ بر خامنه ای، درود بر رجوی، پیروز باشیم. با سلام به همه هموطنان عزیزم در سراسر ایران و به طور خاص همشهریای عزیزم در شهر شیرین زبان همدان، و با درود به کانون‌های شورشی که با شعله‌های آتش شور و نشاط رو و امید به آزادی رو در دل مردم ایران زنده نگه می‌دارن. هموطنان عزیز، اینجا شهر اشرف، شهر مجاهدینه. ما هم امشب با فرارسیدن شب چهارشنبه سوری، این شب بزرگ که شب شورش و پریدن از روی شعله‌های آتش جشن گرفتیم، و همونطور که می‌دونین آخوندهای جنایتکار همواره اصلی ترین دشمن شادی و سرزندگی مردم ایران بودن و به هر نحوی می‌خواستن جلوی شادی و مردم رو بگیرن، حتی در شب چهارشنبه سوری. چرا؟ علت اینه که تنها ترس آخوندها از تجمعات مردم، از شادی مردم ما و از برپایی هر گونه جشن و شادیه. از شما میخوام که با ایستادگی و برپایی این جشن‌های چهارشنبه سوری و جشن‌های سال نو یک ضربه کاری به رژیم خمینی و به طور خاص خود خامنه‌ای بزنید. در پایان
پیشاپیش فرارسیدن سال 1400، بهار خجسته 1400 رو به همه شما تبریک میگم. ایشالله که این سال رو تبدیل به سال سرنگونی و آزادی مردم ایران کنیم. درود بر همه شما. در آتش چهارشنبه سوری خیلی چیزا رو میشه دید. هم دل پرغصه مادران و پدران داغدار قیام رو میبینی، هم چهرهای مصمم شهدای راه آزادی رو. تو شعله این آتش بغض رها شده میلیون ها ایرانی رو میبینی، طاقت تاق شده جوان هایی رو میبینی که از دست این رژیم خونخوار زله شدن. تو آتش چهارشنبه سوری خاکستر شدن 42 سال ظلم و جنایت آخوندهای حاکم رو می‌بینی، بی اثر شدن همه توطئه‌ها و نقش براب شدن نقشه‌هاشون رو می‌بینی. تو رقص شعله‌های آتش ترس و تسلیم و انفعال می‌سوزه و شجاعت و شهامت می‌درخشه. ناامیدی جای خودش رو به امید میده و عشق از کینه پیشی می‌گیره. بریم به خیابون‌های میهن اسیر و با تصاویری از فعالیت‌های کانون‌های شورشی همراه بشیم. هرچه به چهارشنبه سوری نزدیکتر میشیم، شاهد واکنش‌های بیشتری از رژیم آخوندی در رابطه با خیزش‌های مردمی و جوانان در این روز هستیم. در این قسمت از برنامه همراه میشیم با محسن بوداغی تا ببینیم امروز از واکنش‌های دیکتاتوری ولایت فقیه در مورد چهارشنبه سوری چه گزارشی برامون داره. با سلام به شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی و جوانان شورشگر چهارشنبه سوری. دیروز گفتیم رژیم هر سال سناریوهای نخنمای ثابتی برای جلوگیری از برگزاری جشن ملی چهارشنبه سوری رو به اجرا میذاره. برای اینکه این جشن ملی تبدیل به جشن نمایش نفرت مردم از نظام ولایت فقیه شده و رژیم از این وحشت داره که اون آتش نهفته در قیام آبان 98 از این آتش و این جشن زبونه بکشه و سر تا پای نظام رو بسوزونه. همونطور که میدونید سال گذشته ویروس کرونا به یاری کرونا ولایت اومده و رژیم در آستانه نوروز به این بهانه تلاش کرد مردم رو در خانه ها بنشونه. امسال اما اولین سوز و گداز نظام از سوختن همین طرفند بود.
روزنامه حکومتی آفتابی از روز 19 اسفند به نقل از یک کارشناس حکومتی سوختن ترفند ترساندن از کرونا اذعان کرد و نوشت امسال به خاطر شرایط کرونا انتظار می‌رفت کمتر شاهد مصدومان چهارشنبه سوری باشیم. این کارشناس به نقل از رئیس سازمان اورژانس رژیم نوشت امسال تعداد مصدومان نسبت به سال قبل در همین موقع خیلی بیشتره. قرایه مقدم جامعه شناس حکومتی که طرف مشورت نیروی سرکوبگر انتظامی هم بوده در ادامه اعتراف کرده این افزایش روی کرده جوانان به مواد محترقه دقیقاً از روی ضدیت با نظامه. این کارشناس حکومتی نوشته امسال هم همانند سالهای گذشته از مواد محترقه استفاده می کنند که هم شادیشون رو نشون بدن و هم نوعی بخوان دهنکجی کنند که قید و بندها براشون مهم نیست. این کارشناس حکومتی در ادامه به رویارویی مردم با نظام آخوندی در جریان برگزاری این مراسم اعتراف کرده و نوشته اینکه چرا جوانان در چهارشنبه سوری به استفاده از مواد محترقه روی آوردن به این دلیله که دولت‌ها محدودیت‌هایی را در این روزها در نظر گرفتند مثل از آتش پریدن. وقتی که مانع از این موضوع شدن که مردم به شادی کم خطرتر بپردازند اونا هم مواد محترقه خطرناک رو جایگزین کردند. این اعتراف ترجمان این شعار جوانان شورشیه که آتش جواب آتش. تا فردا و نگاه به سایر پیشلرزه های چهارشنبه سوری در نظام، خدا نگهدار. صحبت از جنگ دو اراده است، یکی اراده رژیم ولایت فقیه و یکی اراده مردم ایران. خامنه ای میخواد کوچه ها خالی و سرد باشن و خیابون ها خاموش و بی صدا. میخواد همه جلوش زانو بزنن و به سلطنتش تن بدن. میخواد با ویروس کرونا و سیاست کلان تلفات انسانی مردم ایران رو زمینگیر کنه. درست در نقطه مقابلش مردم ایران اراده کردن که کوچه ها از حضور شورشگران پر بشن و خیابون های میهنمون پر صدا ترین خیابون های جهان بشن. مردم ایران اراده کردن که حق مسلم خودشون یعنی حق حاکمیت رو از این رژیم پس بگیرن. اراده کردن که از قامت برافراشتشون تندیس مقاومت بسازن. مردم ایران میخوان رودهای خروشان اعتماد و یقین رو تو سر و سر سرزمینمون جاری کنن. کانونهای شورشی دستن در کار سیغر زدن همین ارادن. تصاویری از فعالیت‌های گوناگون قیام آفرینان و کانونهای شورشی به مناسبت چهارشنبه سوری آماده پخشه که با هم می‌بینیم.
آتش، آب آتش. مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی. اسفند 99. خب بینندگان عزیز، به من اطلاع میدن که دوستمون محمد از انگلستان روی خطه و ما منتظریم تا صحبت و نظر ایشون رو درباره چهارشنبه سوری بشنویم. محمد جان با سلام به شما، خواهش میکنم بفرمایید. سلام و همچنین درود به شما و بینندگان سیمای آزادی. خیلی خوشحالم که این وقت رو به من دادید تا بتونم با هممیهنانمون در ایران، مخصوصا جوانای شورشگر، صحبت کنم. در خدمتتون هستم. خواهش میکنم، درود به شما. محمد جان، خواستم نظر خودت رو درباره همین این چهارشنبه سوری امسال و پیامی که میتونه برای رژیم داشته باشه و فضایی که خلاصه انتظار میره از مردمون در این چهارشنبه سوری از خودشون نشون بدن به ما بگی خورده. بله، خب همونطور که خودتون میدونید 43 ساله که این رژیم خون مردم رو توی شیشه کرده و الان بهترین موقع است که بعد از این مدت، خب سازمان مجاهدین خیلی تلاش کرده تو این سالیان تا صدای مردم به گوش جهانیان برسونه و خب پیام من میتونه این باشه به نسل جوان که خب این خامنه ی دجال الان بله خامنه ای جلاد خب و مزدورانش بارها اعلام کردن سالهاست که از این جشن ملی وحشت دارن، به خصوص الان تو این موقعیت که اومدن و بوق و کرنا میکنن که این کرونا خیلی خطرناکه و شما بهتره که تو خونه بمونیم، بیرون نیم و این فاصله اجتماعی از این طریق رعایت بشه، که یک دروغ دیگه یه که یک ترفند دیگه است از این رژیم جنایتکار. شما آخه چه ربطی داره؟ شما نگاه کنید وقتی که خود ادارات بازن توی مترو، مردم این همه با سختی در روز باید به دنبال یک لقمه نون بدون و ما داریم این وضعیت ها رو، خب خدا رو شکر سیمای آزادی هست و اینو روزانه نشون میده که این جلوگیری از کرونا از خود این رژیم، اصلا از اون اول خود خامنه‌ای که میگه اصلا واکسن نمیخوایم و این واکسن رو به مردم نمیده، در صورتی که همه جای جهان دارن مردمشون از این به قول معروف واکسن استفاده میکنن.
و به نظر من جوان ها الان بهترین موقع است تا بریزن توی خیابون. هنوز قیام آبان خون شهدای ما تازه است و من فهم میکنم این چهارشنبه سوری خیلی ویژه تر از سالهای گذشته. مردم باید بیان توی خیابون، مخصوصا جوان ها، آتش بپا کن. حتی بهترین شکلش اینه که برن اطراف این پاسگاه ها، نمیدونم توی این جای اماکن بسیج که هستن، و اونجا دور هم جمع بشن متحد و واقعا این چهارشنبه سوری رو هر چه گسترده تر برقرار کنن. بله، بتونیم دیگه خدا بخواد دیگه این رژیم، همه میدونن دیگه بین المللی کاری که سازمان باش کرده، افشاگری هایی که طی این سالا انجام شده، دیگه هیچ چیزی واسه از دست دادن نداره و این خیلی فرصت خیلی خوبیه که جوانای ما، جوانای شورشگر، و همینجا باید یک درود به قول معروف مخصوص بفرستم به شورشگران، به کانونهای شورشی در ایران که پیشتاز این هستن، و از همه جوونا میخوام که اونها هم به قانونای شورشی بپیوندن. بله بله، با تشکر از شما که در این گفتگو شرکت کردی و پیامی که خطاب به همیانان ما فرستادی. خب ممنون هستم. دوستان و بینندگان عزیز، بعد از دیدن تصاویر خبرهای در یک نگاه رو میبینیم و سپس برنامه رو با هم دیگه ادامه میدیم. زیر خاکستر ذهنم کبریت شوهد، یک ایران فریادیم، یک خزر عصیان. زیر خاکستر ذهنم شعله ها میگیرد، لحظه سرخ فریاد نزدیک است. دیکتاتور به پایان سلام کن.